سرخط خبرها. ادامه حمله همزمان ترکیه و سپاه به اقلیم کردستان. عملیات کماندوهای ترکیه در خاک عراق آغاز شد. ادامه وضعیت قرمز کرونا در نقاط مختلف ایران. با وجود افزایش قربانیان 13% به آمار سفرها اضافه شده. تلاش دولت دونالد ترامپ برای جلوگیری از انتشار یک کتاب. کاخ سفید میگوید کتاب جان بولتون حاوی اطلاعات محرمانه است. و خسارت کرونا بر صنعت گردشگری بریتانیا، 400 هزار شغل در خطر است. سلام، خوش اومدید به یک بخش خبری دیگه از تلویزیون فارسی بی بی سی. ترکیه امروز نیروهای ویژه به داخل خاک عراق فرستاده تا با نیروهای حزب کارگران کردستان PKK درگیر شوند. ارتش ترکیه چند روز پیش بمباران مواضع این گروه رو در کردستان عراق شروع کرده بود و همزمان هم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از بامداد دیروز مواضع حزب‌های دموکرات کردستان ایران و کمله زحمتکشان رو در اطراف حاج عمران زیر آتش گرفته. جزئیات بیشتر در گزارش مهداد فهم. عملیات برون مرزی ارتش ترکیه علیه PKK هیچ تازگی ندارد. بیش از یک سال است این عملیات با نام پنجه آغاز شده. حالا که نمود آن در کردستان عراق بیشتر شده، کلمه قارتال یعنی عقاب را هم با آن افزوده، تبلیغات زیادی روی آن کرده اند. این بار ارتش ترکیه به مقرهای PKK در کنار 8 روستای مرزی در دامنه کوههای خانپیر، جودی، و گاره حمله کرده. به بمباران هوایی و آتشبار بالگرد و توپخانه بسنده نکرده، نیروی زمینی کماندویی هم به داخل فرستاده. علاوه بر نوار مرزی، عملیات هوایی ترکیه متوجه عمق بیشتری شده. اردوگاه‌های PKK در نزدیکی سنجار در غرب کردستان عراق و مخمور در جنوب اربیل را هم هدف گرفته که سکونتگاه خانواده‌های نیروهای PKK است. اینجا ارتفاعات روستای آلانه در نزدیکی مرز کردستان عراق با شهرستان پیرانشهر ایران است. توپخانه سپاه پاسداران دیروز و امروز صبح هر بار 15 دقیقه مقرهای دو شاخه حزب دموکرات کردستان ایران و یکی از شاخه های کماله را در این تپه ها کوبید. سپاه پاسداران قبلا هم بارها همینجا و در جاهای دیگر در نوار مرزی همین کار را کرده. عملیاتش همچون عملیات ارتش ترکیه هیچ تازگی ندارد. در این روزها که عملیات ارتش ترکیه جریان داشته، هواداران PKK در شهرهای کردنشین سوریه به خیابانها می آیند و به آنچه سکوت بین المللی در برابر ترکیه می دانند اعتراض می کنند. به نظر می رسد تنها PKK است که ناراضی است. عملیات ارتش ترکیه بی هماهنگی نبوده. خاقان فیدان، رئیس سازمان اطلاعاتی ترکیه میت، هفته پیش بغداد بود. گفته می شود در نشستی که معاون برون مرزی وزارت اطلاعات ایران هم در آن حضور داشته، هر سه کشور ایران و عراق و ترکیه بر سر عملیات توافق کردند و با دولت اقلیم کردستان عراق هم هماهنگی شده. ایران جعرده و ترکیه جعسمانه. PKK البته بیشتر مشکل ترکیه است تا ایران، اما سپاه پاسداران بار دیگر فرصت را غنیمت دیده تا ضرب شستی هم به مخالفان مسلح کرد نشان بدهد که البته توان و تشکیلاتشان به هیچ وجه قابل مقایسه با PKK نیست. دولت اقلیم هم از سوی رابطه گسترده سیاسی و تجاری با ترکیه دارد و از سوی با ایران. هر دو را باید راضی نگه دارد. گذشته از اینکه PKK نیز رقیبی برای جریان‌های سیاسی حاکم بر کردستان عراق به شمار می‌رود. مرتضی فرهمند، BBC.
به گفته وزارت بهداشت ایران در شبانه روز گذشته 120 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند و بیش از 2600 بیمار جدید شناسایی شده. این چهارمین روز متوالیه که آمار روزانه قربانیان از 100 نفر بیشتره. آمار کل مبتلایان هم در روزهای اخیر با روندی کم و بیش ثابت رو به افزایش بوده و به نظر میرسه موج دوم کرونا در ایران آغاز شده. با این وجود ظاهراً از سفرهای تفریحی و کاری ایرانیان و شلوغی اماکن عمومی کم نشده. جزئیات بیشتر در گزارش سیاوش اردل. با اینکه تاخت و تاز ویروس کرونا در ایران بیشتر شده، اما احتیاط یا استراب در جامعه به همان میزان افزایش نداشته. وقتی من اون موجی از جامعه رو میبینم که مثلا یا بدون ماسک میان یا رعایت نمیکنن، خب منم میگم خب حتما شاید مشکلی پیش نمیاد. خبر دارین کرونا رو؟ نه به طور جدی، چون ندیدیم. دل خودی صاف بود، نه کرونا هیچ بشه. کرونا که دل و اینا نمیشناسه، ویروسیه که میاد خیلی میشناسه. بیخیالی هایی که در میانه موج دوم امروز حداقل 6 استان ایران را در وضعیت قرمز قرار داده. استان هایی که قرمز هستند در حال حاضر خوزستان، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، هرمزگان، کردستان و کرمانشاه. شاید سخنگوی وزارت بهداشت 4 استان دیگر را که وضعیت قرمز دارند از قلم انداخت. مثلا بوشهر که ظرفیت آزمایشگاه‌هایش برای تست کرونا پر شده. یکی از استان‌های قرمز کردستان است که 500 مبتلا به کرونا را بستری کرده. 80 نفر آنها در ICU. معاون وزیر بهداشت ایران امروز در کردستان بود. البته استان کردستان و اکثر این استان‌ها در ماه‌های گذشته به قله نرسیده بودند و الان به قله می‌رسند. استان هرمزگان هم به اوج شیوع رسیده. تعداد قربانیان در هرمزگان نسبت به اول خرداد 4 برابر شده. حالا نزدیک به 130 نفر. روندی که در مقیاس ملی و سراسری هم افزایش های 4 برابری را نشان می دهد. طی 24 ساعت گذشته 120 نفر از هموطنان عزیزمون را از دست دادیم. تعداد کشته های رسمی کرونا در ایران احتمالاً به زودی به 10,000 نفر برسد. اما حالا هوای مردم هیچ شباهتی به روزهای پر استراب اسفند پارسال ندارد. مسافرت‌های شهری فقط در یک روز گذشته 13% بیشتر شده. پلیس راه آماده ولی متعجب است. از روز گذشته ما شاهد افزایش تردد در اغلب محورهای مواصلاتی کشور بودیم. ما هم روز گذشته و هم امروز ناچاراً در واقع جاده چالوس رو یک طرفه از مسیر جنوب شمال اعمال کردیم. علاوه بر سفرها و رفت آمدهای بیشتر، خیلی از مردم به طور نیمه مخفیانه و زیرزمینی مراسم عزا و عروسی برپا می کنند و در خیلی موارد تاوانش را هم می دهند. ما می بینیم که در بعضی استانها که خصوصیات محلی بیشتری دارند، بعضی مراسمها، بعضی عروسیها، بعضی مراسم عزاداری ها برگزار میشه. ما مورد داشتیم در یک استان که فقط 120 نفر از یک مراسم عروسی مبتلا داشتیم. ایران یکی از چندین کشور دنیاست که شاهد موج دومی از گسترش ویروس کرونا است و ایرانی ها هم مثل خیلی از مردم همان کشورها از محدودیت ها و قرنطینه خسته شدند. دولت ایران هم مثل دولت های آن کشورها با چالشی مدیریتی روبروست. 3 وزیر بهداشت سابق ایران به حسن روحانی نامه نوشتند و از او خواستند در سیاست‌هایش بازنگری کند. اما در متن این نامه توضیح داده نشد چه سیاست‌هایی باید بازنگری شوند. حرف‌های مسئولان و سیاست‌ها بر روی کاغذ مشکل‌دار به نظر نمی‌رسند. اما در مرحله عمل است که مسئولان و مردم عادی محک می‌خورند. سیاوش اردلان، BBC. چند خبر کوتاه. آمریکا میگوید خواهان دیدار رو در رو با مقام‌های ایرانی برای مذاکره درباره مبادله زندانیان است. برایان هوک نماینده وزارت خارجه آمریکا در امور ایران ابراز امیدواری کرده دو کشور در آینده بتوانند درباره موضوع‌های دیگری هم که در 40 سال گذشته باعث تیرگی روابطشان شده گفتگو کنند. ایران و آمریکا در هفته‌های اخیر دست کم 3 زندانی را با یکدیگر مبادله کردند. به گفته دادستانی فدرال آمریکا، سجاد شهیدیان، صراف ایرانی، اتهام نقض تحریم‌های آمریکا را پذیرفته.
آقای شهیدیان به کلاهبرداری بانکی، پولشویی، جعل هویت و نقض تحریم‌های ایران متهم شده. بر اساس کیفرخواست، او و شریکش با خرید نرم افزار و سرورهای کامپیوتری از شرکت‌های آمریکایی و فرستادن آنها به ایران، تحریم‌ها را زیر پا گذاشتند. آقای شهیدیان در پاییز سال 97 در لندن دستگیر و به آمریکا مسترد شد. آتش در بخشی از جنگل‌های زاگرس در ایران دیشب دوباره شعله‌ور شد. آتش سوزی اخیر منطقه خاییز و همینطور ارتفاعات شمال گچساران و مناطق جنگلی شمال یاسوج رو در بر گرفته. گزارش شده که داوطلبان توانستند آتش خاییز رو مهار کنند، اما در سایر مناطق آتش سوزی ادامه داره. همزمان مسئولان محلی هم گفتن برخی تجهیزاتی که برای اطفای حریق در اختیار داشتند از کار افتاده. مقام‌های محلی در ولایت جوزجان در شمال افغانستان می‌گویند که در حمله‌ای به یک پاسگاه در این ولایت 12 نظامی کشته و 5 نفر زخمی شدند. معروف آذر سخنگوی والی گفته مهاجمان 4 نظامی و برخی مهمات را با خود بردند. طالبان مسئولیت این حمله را پذیرفته و گفته اقدامش پیشگیرانه بوده، چرا که نظامیان در صدد راه اندازی عملیاتی علیه آنها بودند. موج تازه ویروس کرونا در پکن پایتخت چین باعث لغو بیش از 1000 پرواز ورودی و خروجی از این شهر شده. در 24 ساعت گذشته با شناسایی 31 بیمار جدید، تعداد مبتلایان شناسایی شده در پکن در هفته گذشته به 137 نفر رسیده. در هند در مدتی مشابه بیشتر از 2000 نفر جان خودشون را از دست دادند و برزیل هم رکورد جدیدی از موارد ابتلا به ویروس را در یک روز اعلام کرده، نزدیک به 35000 نفر. جزئیات بیشتر در گزارش شیدا هوشمندی. شهر مهمانی آشنا دارد، ویروس کرونا. مسافران چینی هراسان و نگران پکن را ترک می‌کنند و به شهرهای خود باز می‌گردند. شاید آخرین کسانی باشند که پیش از موج دوم کرونا از این شهر قدم به بیرون می‌گذارند. مقام‌های چین بیش از 1000 پرواز ورودی و خروجی پکن پایتخت چین را لغو کردند. کنترل ورود و خروج مسافران بیشتر خواهد شد. افرادی که احتمال ابتلای آنها بالاست و آنهایی که به هر نحوی در بازار مواد غذایی سینفادی فعالیت داشتند، حق خروج از پکن را ندارند. بازار سینفادی، موج دوم زودتر از آنچه انتظار می رفت از اینجا به راه افتاد. روی تابلو نوشته ماهی سالمون. گویا ویروس در غرفه فروش ماهی سالمون پیدا شده. البته مقام‌های چینی می‌گویند منشأ ویروس ماهی نبوده. شمار مبتلایان جدید در این شهر به سرعت در حال افزایش است. بسیاری از کسب و کارها تعطیل و مردم دوباره خانه نشین شدند. مدرسه ها هم که به تازگی باز شده بود دوباره بسته شدند. بورس های شرق آسیا بعد از تجربه رونق در دوره کوتاه دوباره شاهد افت ارزش سهام هستند. هم به دلیل شیوع دوباره کرونا و هم به دلیل تنش اخیر بین چین و هند. با فرض صحت آمار دولت چین، پکن تنها توانست 50 روز بدون مورد جدید از ابتلا به کووید 19 نفسی تازه کند. حتی اینجا در نیوزیلند هم ویروس کرونا باز گردن کشیده. در کشوری که از نخستین ها بود که گفت از ویروس پاک شده. دو مسافر از بریتانیا ویروس را به این کشور آوردند. نخست وزیر نیوزیلند میگوید از این به بعد ارتش مسئول مدیریت مراکز قرنطینه خواهد بود. This case represents an unacceptable failure. نباید هیچ وقت این اتفاق می افتاد و دیگه نباید تکرار بشه. قوانین قرنطینه برای مسافرانی که وارد نیوزلند میشن به قوت خود باقی خواهد ماند. دو آزمایش از اونها گرفته میشه، یکی در روز سوم قرنطینه و دیگری در روز 12. این برای موارد اخیر اجرا نشد و هیچ بهانه‌ای برای توجیه این اشتباه وجود نداره. That protocol remains. در حالی که نیوزیلند در برابر دو مورد جدید ابتلا این گونه لباس رزم می پوشد، در برزیل 35000 مورد جدید ابتلا در 24 ساعت گذشته گزارش شده، رقمی که در این کشور تا حالا سابقه نداشته. اما دولت اصرار دارد که اوضاع تحت کنترل است. آمار سازمان بهداشت جهانی روایت دولت برزیل را نقض می کند. The United States accounts for 54% of all. همکنون 54% موارد ابتلای قطعی در آمریکا هستند. 23% آنها در برزیل هستند و سرعت شیوع ویروس در این کشور هم کم نشده. وضعیت در باقی کشورهای آمریکای لاتین و همچنین جزایر کارائیب مشابه است.
در امریکا آمار ابتلای قطعی به کووید 19 از برزیل هم بالاتر است. 6 ایالت در امریکا اعلام کردند که شمار مبتلایان رو به افزایش است. بعضی مقام‌های بهداشتی این ایالت‌ها معتقدند ارتباطی بین بازگشایی کسب و کارها و شیوع دوباره ویروس وجود دارد. رئیس جمهوری امریکا اما پیشتر گفته بود که آمار رو به رشد به خاطر آزمایش‌های دقیقی است که در امریکا انجام می‌شود. آزمایش‌های ما انقدر پیشرفته‌تر و بهتر از دیگر کشورهاست که همیشه شمار مبتلایان بیشتری را نشان خواهد داد. احتمالاً یکی از پیامدهای منفی آزمایش این است که موارد بیشتری پیدا می‌شوند و این در حالی است که کشورهای دیگر آزمایش نمی‌کنند و مواردی هم گزارش نمی‌کنند. بیش از 8 میلیون نفر در جهان به کووید 19 مبتلا شدند. حالا پزشکان بریتانیایی میگویند داروی ارزان و در دسترس میتواند شانس زنده ماندن بیماران بدحال را به طور قابل ملاحظه ای افزایش دهد. دکسامتازون داروی ضد التهاب است که از دهه 60 میلادی برای درمان بیماری های مانند آسم استفاده میشده. پژوهشگران بریتانیایی میگویند این خبری خوش برای جامعه پزشکی و مردم است. شیدا هوشمندی، بی بی سی. به میانه برنامه رسیدیم، نگاهی بکنیم به سرخط خبرها. در ادامه حمله همزمان نظامیان ترکیه و توپخانه سپاه پاسداران به اقلیم کردستان، امروز کماندوهای ترکیه عملیاتی را در خاک عراق آغاز کردند. با وجود افزایش قربانیان کرونا و ادامه وضعیت قرمز در نقاط مختلف ایران، 13% به آمار سفرهای مردمی اضافه شده. در ادامه این برنامه، کرونا 400 هزار شغل در صنعت گردشگری بریتانیا را به خطر انداخته. دولت دونالد ترامپ با تنظیم شکایتی در یک دادگاه فدرال آمریکا سعی داره مانع انتشار کتاب جان بولتون، مشاور سابق امنیت ملی رئیس جمهوری بشه. این کتاب قرار از هفته آینده به فروش برسه. رویدادهای درون دولت آمریکا رو در دورانی که آقای بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید بود روایت میکنه. کاخ سفید میگه این کتاب که اتاق حوادث نام داره، حاوی اطلاعات محرمانه است. بیشتر در گفتگوی با همکارم خشایار جنیدی از او درباره محتوای این کتاب و مسائلی که در اون مطرح شده پرسیدم. حاکمه استیزه آقای ترامپ در کنگره آمریکا در جریان بود در رابطه با مشروط کردن کمک مالی به اوکراین. اون زمان بخشایی از این کتاب منتشر شد، هرچند آقای بولتون و وکلای آقای بولتون دست داشتن در این موضوع رو رد کردن، ولی اون اطلاعاتی که اون موقع از این کتاب در اومد نشون میداد که آقای بولتون در داخل جلسه‌ای بوده که اعضای کاخ سفید گفته بودند به نقل از آقای ترامپ که باید کمک مالی نظامی به اوکراین رو مشروط بکنن به خواسته دولت آقای ترامپ مبنی بر آغاز تحقیقات یا اعلام آغاز تحقیقات درباره معاملات تجاری پسر جو بایدن، رقیب بالقوه انتخاباتی آقای ترامپ. البته اون زمان آقای بولتون قبول نکرد که به مجلس نمایندگان بره و پاسخگوی سوالهای نمایندگان بشه و بعضی ها در واشنگتن میگفتن که درز دادن اطلاعات مربوط به کتاب در اون زمان در حقیقت برای تبلیغ فروش این کتاب بوده. به هر حال کاخ سفید و آقای بولتون الان ماهاست درگیر یک دعوای حقوقی هستند. کاخ سفید ادعا میکنه که محتویات کتاب آقای بولتون که حدوداً 500 صفحه، کمی بیشتر از 500 صفحه هست، اشاره داره به مسائل مختلفی که افشا کننده موارد محرمانه است که میتونه به امنیت ملی آمریکا آسیب بزنه. وکلا آقای ترامپ این موضوع، آقای بولتون این موضوع رد میکنند، میگن در ماه‌های گذشته چندین جلسه برگزار شده بین آقای بولتون و ناشرش با شورای امنیت ملی کاخ سفید، مواردی که اونا مطرح کردن در نظر گرفته شده. ناشر کتاب آقای بولتون که کتاب رو در حقیقت چاپ کرده و توضیح هم شده در بین کتاب فروشی‌ها، قرار هست از سه‌شنبه آینده فروش اون کتاب آغاز بشه، گفته که این کتاب در برگرنده مواردی هست که نشون میده آقای ترامپ در موارد زیادی در مورد تصمیم گیریاش در مورد سیاست خارجی به گونه‌ای تصمیم گیری کرده که به گفته ناشر کتاب امنیت ملی آمریکا رو به خطر میانداخته و هدف هم فقط بالا بردن بخت پیروزی مجدد آقای ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری بوده.
خشایار جنیدی بود. اما ریحانه آمری قربانی دیگه ای از پدیده است که این روزها با عنوان قتل‌های ناموسی شناخته میشه. ریحانه آمری دختر جوان کرمانی روز دوشنبه 26 خرداد توسط پدرش به قتل رسید. امروز پلیس کرمان اعلام کرده اصابت یک میله آهنی که پدر ریحانه به سمتش پرتاب کرده بود باعث مرگ او شده. قبلاً گفته شده بود که ریحانه با تبر کشته شده. سیامک محیط‌زاده همکارم اینجا در استودیو با من هست. سیامک، چه شد که این روایت تغییر کرد؟ جزئیات چه؟ خب جزئیات جدیدتری از این واقعه اومده. حالا بعد از رومینا اشرفی و فاطمه برهی، ریحانه آمری سومین دختریه که تو یه گوشه از ایران داره قربانی این قتل ناموسی میشه. امروز من با یکی از آشنایان نزدیک به ریحانه تونستم صحبت بکنم در کرمان و اون گفتش که تایید کرد که اختلاف ریحانه با پدرش به سالهای خیلی قبل برمیگرد و چیز جدیدی نبوده، چطوری که سال 96 هم یک بار پدر ریحانه اون رو در حد مرگ مثل اینکه کتک زده بوده و این اختلاف سابقه داشته. یک منبع دیگه ای هم که دیروز با بی بی سی فارسی با ما در تماس بود و اینو تایید میکنه که این در واقع اختلاف ها وجود داشته. اما واکنش هایی که توی شبکه‌های اجتماعی داره در مورد این وقایع هست، کاربرا دارن در موردش صحبت میکنن، خیلی‌ها دارن میگن در مورد اتفاقایی حرف میزنن که اصلا اخبارش منتشر نشده. تو شهرهای مختلف شاهد قتل‌های مشابه بودن ولی هیچ جایی درس پیدا نکرده و هم و خیلی‌ها میگن این باعث شده که خیلی از دخترها در بسیاری از خانواده‌ها الان بیشتر از هر زمان دیگه‌ای نیاز دارن که از توسط پدرشون یا برادرشون تحت حمایت قرار بگیرن که به این ترسشون قبل غلبه بکنن. چند توییت من دیدم که توییت شده بود که ممکنه نفر بعدی من باشم و این نشون از ترسی میده که به حاکم شده. خیلی‌ها دارن به قانون اشاره میکنن، میگن که فقط غیرت و ناموس نیست که باعث این قتل‌ها شده. اگر قانون پاسخ مناسبی به این قتل‌ها بده، این قتل‌ها تکرار نمیشه. این اتفاقایی که اخیراً افتاده اولیش نبوده، قطعاً آخریش هم نخواهد بود و خیلی‌ها اینو نتیجه فرهنگی میبینن که در طی این 40 سال ساخته شده. میگن وقتی که شما زن رو با شکلات و روکش ماشین و کباب و اینجور چیزا مقایسه می‌کنی، نتیجه‌اش میشه این قتل‌های ناموسی. در واقع نتیجه‌اش میشه این که خیلی‌ها احساس می‌کنن که زن یا دختر ملک اونا هست و هر تصمیمی که بخوان میتونن براش بگیرن. و در واقع خیلی با توجه به این قضیه، اینکه هیچ جای احساس امنیت نمیکنن براشون مهمه. یکی توییت کرده بود که تو خیابون اصلی بری گشت ارشاد بهت گیر میده، تو خیابون فرعی بری مزاحم متلکو میاد سراغت، تو خونم که پدر و برادرت میان سراغت، پس یه دفعه دختر بودن و جرم حساب بکنید و خیالمون راحت بکنید. این فضا توی شبکه‌های اجتماعی وجود داره، ضمن اینکه خب قتل‌های اخیر رو هم دارن با هم دیگه مرور میکنن و به دلایلش میپردازن. ممنونم از سیامک. سیامک محیط‌زاده همکار میشه در استودیو. دولت آمریکا از امروز تحریم‌های سخت‌گیرانه جدیدی علیه دولت سوریه و حامیان اون به اجرا می‌گذاره. آمریکا گفته هدف این تحریم‌ها که قانون سزار نام داره، فشار آوردن بر دولت بشار اسد برای توقف کشتار مردم سوریه است. این تحریم‌ها اسلحه سازی، انرژی و صنایع مهندسی سوریه را هدف گرفتند و شامل شرکت‌های خارجی که با دولت سوریه همکاری کنند هم می‌شوند. وزیر اتحاد دو کره در دولت کره جنوبی استعفا داد. کیم یون چول گفته مسئولیت تنش‌های اخیر در روابط دو کره را می‌پذیره. در همین حال کره شمالی پیشنهاد مذاکره با مقام‌های کره جنوبی را رد کرده و گفته ممکنه سربازانش رو به منطقه مرزی مشترک با کره جنوبی که دو سال پیش از نظامیان تخلیه شده بود بازگردونه. دیروز هم کره شمالی دفتر ارتباطاتش با کره جنوبی رو در شهر مرزی کائسونگ منفجر کرد. فیسبوک اعلام کرده برای مقابله با دخالت خارجی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گزینه‌های جدیدی برای کنترل و اطلاع رسانی درباره محتوا به کاربران ارائه می‌کنه. این شبکه اجتماعی گفته کاربران در ماه‌های آینده می‌تونن تبلیغات سیاسی رو مسدود کنن و همچنین مشخص خواهد بود که چه فرد یا نهادی هزینه تبلیغات رو پرداخته. فیسبوک به دلیل آنچه نفوذ کشورهای خارجی در انتخابات ریاست جمهوری 4 سال پیش آمریکا خونده شده، به شدت مورد انتقاد قرار گرفته. دولت بریتانیا در اینجا مشغول بازبینی محدودیت‌های ناشی از کرونا است، اما در همین حال تخمین زده شده که این محدودیت‌ها حدود 400 هزار موقعیت شغلی رو در بخش صنعت گردشگری و فرهنگی در خطر قرار داده. از سوی دیگه صنعت تفریح و گردشگری سخت در تلاش تا بعد از بازگشایی‌های اخیر خدمات ایمن در برابر شیوع کووید 19 ارائه کنه. گزارشی ببینیم از دیوید سیلیتو، خبرنگار هنری بی‌بی‌سی. بلکپور، ساحل تفریح،
معمولا این موقع سال اینجا داد و فریاد آدم ها کرکننده است. It is a very strange atmosphere here. جو عجیب حک فرماست. فقط صدای پرنده ها رو میشنوی. همیشه این وقت سال اینجا پر از آدم بود. به زودی در این مجموعه باز میشه، ولی چه جوری میشه با فاصله گذاری اجتماعی تفریح کرد؟ How do you do? Socially distanced fun. This is the first time since 1896. اولین باری که از سال 1896 این پارک تفریحی بسته شده. موقع دو جنگ جهانی هم باز بودیم. برای ما که اینجا رو خانوادگی اداره می‌کنیم زمان عجیبیه. باید حواسمون به خانواده‌هایی که برامون کار می‌کنن هم باشه. You've got to look after so many families as well that work here for you. برای اثرگیری کار حتی این قطار هوایی رو هم فاصله گذاری می‌کنن. می‌تونی قطار رو پر کنی؟ نه، چون باید بین مسافرها فاصله باشه. این فقط یه متره. حالا شد دو متر. می‌بینی که این دقیقاً دو متره. این ردیف رو خالی می‌ذاریم و این یکی می‌تونن بشینن. تجربه متفاوتیه. باید ماسک داشته باشی. کسی هم پشت سرت نیست. همه چیز کنتر پیش میره. البته به جز خود این سواری. Apart from the ride itself. And if you don't want to be terrified alone. ولی اگه نمیخواین تنها بترسید، یکی دیگر از خونه خودتون بیارید. درآمد مراکز تفریحی و فرهنگی بریتانیا افت شدیدی داشته. و حتی باز شدن مجدد هم مرحله‌ای خواهد بود. در باغ وحش لندن به طور مثال فقط بخش‌هایی که در هوای آزادند بازه. با محل‌های تماشای محدود و قوانین عبور و مرور. گزارش شده صنعت هنر در بریتانیا هفته 1 میلیارد پوند ضرر می‌کند. در موزه طراحی به من نشون میدن نمایشگاه جدید موسیقی رو چطور برگزار میکنن. فقط از یک طرف میتونین وارد سالن بشین و حرکت کنین. یک ساعت و نیم هم بیشتر وقت ندارین. جالبه که نمایشگاه ما این بار راجع به موسیقیه، چون کنسرت ها و کلوب های شبانه قسمت هایی از صنعت سرگرمی هستن که از ما هم بدتر ضربه خوردن. بازگشایی اونا خیلی دیرتر اتفاق میفته. و موزه ها از قبل هم ساکت تر خواهند. باید خیلی مواظب باشیم. قدم به قدم، قدم های کوچیک و آهسته بریم جلو. صدها هزار شغل به چنین مراکزی وابستند. ولی برای تجارت هایی که خودشون وابسته به نزدیک شدن و راحت بودن مردم با همدیگه هستند، کار کردن این روزها خیلی سخت. David Silato, BBC News, Blackpool. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما هستید.